ریاست دانشگاه، ریاست فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران که بیش از 10 روز پیش رئیس جمهور تا این نامه‌ای به کامران دانشجو وزیر علوم دستور عزل اون داده بود، اخیراً در مصاحبه تلویزیونی که از شبکه اول سیما پخش شده با قاطعیت گفت که رئیس فعلی دانشگاه تهران. خیلی بهش توجه نکنید بهتر برای سایت خبری باستاب امروز با انتشار این خبر نوشته که فرهاد رهبر در پاسخ به مجری برنامه که به دستور محمود احمدی نژاد برای تغییر رؤسای دانشگاه تهران و تربیت مدرس اشاره میکرد، گفته که این گونه اخبار رو جدی نگیرید. اون در ادامه اضافه کردی که در دولت محمود احمدی نژاد تجربه این نوع اخبار رو داره و به عنوان نمونه به برکناری خودش از ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال 1385 و منحل شدن این نهاد اشاره کرد. سازمان مدیریت فرهاد رهبر پس از عزل آیت الله عمید زنجانی از ریاست دانشگاه تهران به عنوان سرپرست این دانشگاه منصوب شد، ولی با گذشت بیش از 5 سال همچنان در این سمت باقی مونده که در تاریخ نظام آموزش عالی کشور بی سابقه است. به گفته فرهاد رهبر بعد از انقلاب تا به حال هیچ کدوم از رؤسای دانشگاه تهران 5 سال بر صندلی ریاست این دانشگاه تکیه نزدند. بر اساس گزارش ها دستور محمود احمدی نژاد برای تغییر رؤسای دانشگاه تهران و تربیت مدرس مدت است به کامران دانشجو اعلام شده. با این حال وزیر علوم تا کنون فرهاد رهبر رو برکنار نکرده. که شما توی کلاس درس و احمدی نژاد در روزهای پایانی سال گذشته با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به کامران دانشجو وزیر علوم خواستار عزل رؤسای دانشگاه تهران و تربیت مدرس شد. اون در این نامه در توضیح دلایل دستور خودش به جو امنیتی این دانشگاه و کم توجهی به فضای آموزشی اونها اشاره کرده بود. منتقدان محمود احمدی نژاد این دستور رئیس جمهوری رو با اهداف تبلیغاتی ارزیابی کردند. صادق زیبا کلام از اساتید دانشگاه تهران اخیراً در یادداشتی خطاب به محمود احمدی نژاد نوشته که اگر بناست به این دلایل فرهاد رهبر برکنار بشه، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی در این زمینه ارجحیت داره. آرمین قبادی پاشا، اتاق خبر.